همکارم نیکی محجوب اینجا همراه ماست تا برامون توضیح بده. ابتدا در مورد یاشار دارالشفا و دفاعیه خودشون هم در زندان. خیلی جالبه نیکی. باید اینجوری بگم سیما، خب آره، وقتی شما میبینید یک دانشجوی دکترای داره توی زندان از تز دکتراش دفاع میکنه، میمونین که خب تو این دانشجو برای چی باید توی زندان باشه؟ این میتونست توی دانشگاه به تحصیلش ادامه بده. اما پشت پرده رو خیلی ها نمیبینن که چقدر خانواده، چقدر خود یاشار دارالشفا تلاش کرد برای اینکه بتونه تز دکتراش رو انجام بده، برای اینکه ماموران امنیتی و زندان عملا مخالف بودن. تلاش ها، ماها و ماها مکاتبه باعث شد که یاشار بتونه این اقدام رو انجام بده، ضمن اینکه خب دانشگاه تهران هم همراهی کرد. یعنی روز یک شنبه استاد راهنمای یاشار، سه تا استاد داور رفتن زندان رجای شهر. یاشار دارالشفا تا قبل از آتش سوزی زندان اوین در زندان اوین بود، بعد منتقلش کردن به زندان رجای شهر. اونجا از تز دکتراش دفاع کرد. یاشار دانشجوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخش دانشگاه تهران در رشته سلامت و رفاه، و تز دکتراش هم بررسی وضعیت کارگران و رفاه اونهاست. همه چیزایی که میبینیم اینه که یه دانشجوی تمام تلاشش رو کرده، ایستادگی کرده با همه فشارهایی که بهش آوردن. یاشار یه بار سال 88 بازداشت شد، 5 سال رفت زندان. یه بار سال 98 بازداشت شد، 1 سال رفت زندان. دوباره امسال بازداشت شده. از شاهدان آتش سوزی زندان اوین بود، روایتش رو منتشر کرد و این ایستادگی دانشجویانی رو نشون میده که ماموران امنیتی همه تلاششون رو میکنن به هر نحوی شده اونها رو آزار بدن و مورد فشار قرار بدن. اما ما میبینیم که دانشجویان بسیاری مثل یاشار دارالشفا دارن تلاششون رو میکنن که درسشون رو بخونن. درست امکانات کافی رو ندارن در زندان با تمام فشارها، اما میرسونن خودشون رو به اونجایی که با این تصویری که دیدیم یه پارادوکسه، ولی از تز دکتراش دفاع بکنن. یکم تو که اشاره کردی، فعالان دانشجویی مخصوصا در سالهای اخیر خیلی تحت فشار بودن. الان دانشجوی بسیاری رو ما در بازداشت داریم، درباره اونها هم کوتاه توضیح میدی؟ ببین خیلی سریع اگه بخوایم نگاه کنیم، توی این مدت احکامی که صادر شده برای علی محمد نظر شیاسی دانشگاه اصفهان 5 سال حبس بریدن، 2 سال ممنوع الخروجی. برای سمینه بلیده دانشجوی دانشگاه آزاد چهارباهار دادگاه زاهدان 1 سال حبس تعزیری تعیین کرده. نازلی سعیدی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 15 ماه زندان گرفته، علارغم اینکه نامه پزشکی داره که توانایی گذروندن حبس رو نداره. رضا عسکری سروش دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان 18 مهر بازداشت شده، 4 سال حبس گرفته. عقیق شعایی دانشجوی دانشگاه مازندران در دادگاه ساری 1 سال حبس گرفته. امیررضا حسینی دانشجوی دانشگاه آزاد شهر قدس 17 آبان بازداشت شده، 3 سال و 7 ماه حبس گرفته. تمام این دانشجویان دانشجویانی هستند که ورودی های 99 یا 98 هم به این طرف دانشجویان جدیدی هستند، داشتن درسشون رو میخوندن اما انداختنشون زندان. فشار دارن، بعضی از دانشگاه ها میارن برای اینکه مثلا ترم دانشجو رو بگن حذف شده. ما تلاش دانشجویان اینه که به فعالیتاشون ادامه بدن و یه شعاری هم که همیشه میدن رو باز تکرار میکنن: زندان های ایران شده دانشگاه و ایران شده بازداشتگاه. ممنون از تو نیکی محجوب.